حکومت افغانستان گفته است که بیشتر از هر زمان دیگر این کشور به صلح نزدیک شده است. اما ظاهرا موضوع جنگ و صلح افغانستان پیچیده تر از گذشته شده است. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه آزادی سه عضو برجسته شبکه حقانی به شمول انس حقانی را از زندان در بدل رهایی دو آموزگار دانشگاه آمریکایی افغانستان اعلام کرد. این تبادله در حال صورت می‌گیرد که یک هیئت عالی رتبه پاکستان نیز روز دوشنبه به کابل آمده و با مقام‌های افغانستان نیز دیدار داشته است. اما به راستی رهایی انس حقانی چه تأثیر روی روند جنگ و صلح افغانستان می‌گذارد؟ و آیا این موضوع ربط با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دارد؟ روی این دو مورد و موارد دیگر گفتگوی دارم با آقای تمیم آسی، معاون پیشین امور پالیسی و استراتژی وزارت دفاع ملی افغانستان و من حارث جمالزاده گرداننده بحث. بسیار زیاد تشکر آقای آسی که فرصت دادین تا گفتگو داشته باشیم. در ابتدا میخوایم بپرسیم که آیا واقعا چیزی را که حکومت افغانستان میگه که ما بیشتر از هر زمان دیگر به صلح نزدیک شدیم نزدیک هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جمالزاده، بسیار زیاد خوش آمدین. شما و همکارانتان عرض ادب و سلام دارم خدمت بینندگان بسیار محترم تلویزیون شما. ببینید، حکومت های پیشین افغانستان هم حد اقل در سه مرحله که ما به یادم یاد کردن که ما به صلح بسیار نزدیک هستیم. در دوران حکومت رئیس جمهور کرزی دوبار این موضوع بسیار داغ و حاد شده بود و حالا فعلا رئیس جمهور افغانستان برای بار دوم است، اگر یادتان باشه یک و نیم سال پیش هم گفته بود که برای صلح بسیار نزدیک هستیم. اما بحث اساسی است که روایت دو طرف چیست و حقایق چیست. روایت طالبا است که ما جنگ بردیم و همچنان امریکا و حامیایشان و متحدین امریکا فعلا به شکست مواجه هسته و اینا را ما متقاعد به ای ساختیم که بیاین سر میز مذاکره و به مخاطر مذاکرات دوحه و در قطر جریان داره. و از طرف دیگه حکومت افغانستان میگه که ما در بنبست جنگی را شکستاندیم و پیروز میدان ماستیم و ما میخواییم که به خاطر از اینکه یک تعهد خاص به صلح داریم میخواییم که در میز مذاکره امرای طالبا بشینیم. اما بحث اساسی است که آیا صلح هم بر حکومت افغانستان و هم بر طالبا یک تکتیک است یا استراتژی؟ و رهایی آقای انس حقانی من فکر میکنم زیادتر یک تکتیک است که بخش از یک چانه بزرگ است و این چانه بزرگ چهار عنصر اساسی داره. یکی که دوباره گفتگوهای صلح بین امریکا و طالبا سر گرفته شود، یک اعتماد سازی شود. دوم بحث از ایست که حکومت افغانستان گفتگوهای بین الافغانی را با طالبا شروع کنند. سوم بر آقای ترامپ یک دستاویز بدن که در انتخابات ریاست جمهوری، در کمپاین پیشروی انتخابات ریاست جمهوری امریکا بتانه امتیاز گرفته باشه. و چهارم ایست که حکومت افغانستان و منطقه بتانن یک فصل جدید از رابطه شروع کنند. و خصوصا که رابطه رئیس جمهور افغانستان و تیمش با حکومت امریکا در خرابی گراییده و این یک دکمه به خاطر شروع یک رابطه و یک فصل رابطه جدید باشه. اما سودش برای حکومت افغانستان مشخصاً چی است؟ آنچه که شما در صحبت‌های آقای غنی هم ممکن است شنیده باشین گفت که رهایی این زندانیان مشروط است. اما توضیحی که شما دادین این شروط به نفع ایالات متحده امریکا از ظاهره، نه به نفع حکومت افغانستان. خب حکومت افغانستان گفته که یک تصمیم دشوار ولی مهم بود. ببینین عمدتا رهایی اول کیها رها میشن، به چی خاطر رها میشن و مکانیزم رهاییشان چی است و بالاخره باز آخر بازی چی است. سه نفر رها کردن که آقای انس حقانی است، حافظ رشید است و مانی خان است. اینا همه ایشان مربوط به شبکه حقانی میشن. میکانیزم رهاییشان قسم است که اینا گویا از اینجا گرفته میشن، به پاکستان برده میشن، فامیلایش خود در پاکستان میبینن که واضح میسازه که حمایت جنگ افغانستان از کجا میاد و بعد از اینا در قطر نگهداری میشن. به قسم پنج عضو دیگه که از گوانتانامو رها شدن و منفعت عزیز زیادتر به حکومت امریکاست و برای طالباست و برای پاکستان است.
بر حکومت افغانستان یک منفعت حداقلی داره. اما یک پرسش را که آقای آسی در ذهن شمار زیاد از شهروندهای کشور ایجاد شده که حداقل شما وقت صفحات اجتماعی را میرین و میبینین، یک پرسش را میافین که چگونه خطوط سرخ حکومت افغانستان به یک بارگی تغییر کرد؟ چون صحبت های سخنگوی رئیس جمهور قبلا شما شنیدین، گفت که رهایی انس حقانی بخش از خطوط سرخ حکومت است و مردم افغانستانی اجازه را به حکومت نمیتکید آزاد بکن. خب در سیاست خط سرخ وجود داره. یک دو حکومت افغانستان بارها خطوط سرخ را ترسیم کرده و باز بعد از او خطوط سرخ عدول کرده و گذشته. مهم است که رهایی به چی می انجامه، نتیجهش چی خواهد بود و ما باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا رهایی آقای انس حقانی، رهایی مشروطش البته، در قطر باعث اثرگیری گفتگوهای بین الافغانی، باعث آتش بس، باعث یک سلسله دیگه اقدامات که طالبان تعهد خود به صلح نشان بدن میشه یا نمیشه. اگر نشد خطبا بازنده از بازی حکومت افغانستان خواهد بود. اما ما از قرائن که میبینیم، امروز صبح دیدیم یک انفجار شد قصبه و در او یک تعداد اطفال ما شهید شدن و این دقیق 24 ساعت بعد از این میشه که رئیس جمهور افغانستان با تیم امنیتی و سیاسی خود در ارگ استاد میشه پیش کامرای تلویزیونای کشور و میگه که من انس حقانی را رهایی کردیم. ما امیدوار هستم که این نشانه ابتدایی از یک فصل جنگی خرابتر نباشه و این باعث از این نشه که باز بعد از او این رهایی دوباره برگشتانده شوند یا ای که در این بازی حکومت افغانستان بازنده. اما ارزیابی شخصی شما چی از مشخصاً؟ یعنی رهایی انس حقانی در یک مقطع زمانی بسیار حساس صورت میگیره. از یک طرف برایند انتخابات ریاست جمهوری معلوم نیست و از طرف دیگه هم کشورهای منطقه به شکل بسیار گسترده کار دارند روی آغاز دوباره گفتگوهای صلح به گونه مشخص، پاکستان، ازبکستان، روسیه و چین. خب یعنی با کدام یک از این رابطه داره رهایی انس حقانی؟ با انتخابات و یا هم گفتگوهای صلح؟ ما فکر میکنم رهایی آقای انس حقانی داوت یک وقت به سه چیز ارتباط داره، به سه مورد. یکی که ارتباط مستقیم به گفتگوهای صلح و سرگیری گفتگوهای صلح هست. دوم، رئیس جمهور غنی و تیمشان در یک و نیم سال گذشته یک موقف ضد امریکایی داشتن، خصوصا تیم امنیتیشان و مشاور امنیت ملیشان. بنان رئیس جمهور غنی با این کار میخواهد اعتماد سازی کنه و یک فصل جدید از همکاری ها را با هم در سطح شخصی و هم در سطح حکومتی با امریکا باز کنه. و مورد سومش ایسته که به جهان و به منطقه نشان بده که ما تعهد به صلح دارم و اقداماتش جهانه را میکنم. ای طالب هاست و حامیانشان است که باید معلوم کنند که آیا صلح میخواهند یا نه. اما ما میفهمیم که در فصول انتخاباتی رهایی زندانیان همیشه منعیس یک برگه امتیازگیری سیاسی استفاده شده و ما امیدواریم ایسته که این رهایی ارتباط به انتخابات و به سیاست نداشته باشه، ارتباط مستقیم به صلح داشته باشه و ارتباط مستقیم به منافع ملی افغانستان داشته باشه. و در این شک هم نیست که در بحث گفتگوهای صلح نیاز از هم در کنار اجماع ملی، بحث اجماع منطقی و اجماع جهانی باید وجود داشته باشه. حال کشورهای در منطقه دیده میشه که تلاش دارن به خاطر شکل دهی یک اجماع منطقی در بحث صلح افغانستان، یک اقدام بجا است. اما پرسش اساسی اینجاست که جایگاه دستگاه دیپلماسی افغانستان و شورای امنیت ملی در این تلاش ها در کجا قرار داره؟ خب ما همیشه گفتیم، بارها میگم و در این بار نوشتیم، پژوهش کردیم، تحقیق کردیم و در زمان که در داخل حکومت بودم لابی ممی بود که دستگاه دیپلماسی افغانستان باید با او اصلاحات گسترده، عمیق و همه جانبه آورده شود. یک دستگاه فرسوده است. ما یک دکترین سیاست خارجی واضح با وجود از اینکه رئیس جمهور افغانستان یک دیدگاه پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان داده، منتها یک دکترین که او را بتانه و دیدگاه را تطبیق کنه، یک دکترین سیاست خارجی مدون واضح و با برنامه و پلان عملی نداریم. در قسمت فعالیت های دفتر شورای امنیت ملی وی که فعلا در چی وضعیت قرار داره، ما همیشه گفتیم که در زمانی که حکومت وحدت ملی آمد، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان یک بهسازی و بازسازی شد، قانونمند شد، لوایح و قواعدش تازه سازی شد. اما ما فعلا در مرحله‌ای که فعلا قرار داریم، متاسفانه یک تعداد زیاد از اصلاحات باز برگشت داده شد
و فعلا دفتر شورای امنیت ملی و همچنان دستگاه دیپلماسی افغانستان دستگاه های قوی و سیاستگزار و تأثیرگزاری که قبلا بودن نیستن. شما چی فکر میکنین که چگونه میشه دستگاه دیپلماسی را حداقل در تلاش های منطقه ای فعال بسازیم؟ به گونه نمونه قرار است به زودی چین یک نشست بزرگ را راه اندازی کنه در مورد صلح افغانستان. اما شما شاهد هستین حکومت افغانستان زمان آگاه شد که قرار بود نشست برگزار شود و بعد از او حکومت افغانستان اعتراض کرد و این نشست به تاخیر انجامید. خب ابتکارات صلح همیشه باید بومی باشه، از افغانستان باشه. صلح باید به خاطر افغان و به وسیله افغان و برای افغان باشه. اما چرا این تلاش ها از کشورهای منطقه آغاز میشه؟ دلیل اساسیش این است که ما یک انارشی در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی و همچنان امنیت ملی خود داریم و متاسفانه یک تعداد کثیر از اینا مشکلات عدیدی خود دارن. ببینین ما در دستگاه دیپلماسی سیاست خارجی و امنیت ملی خود 4 مشکل اساسی داریم. مشکلات ساختاری داریم، مشکلات دکترین داریم، مشکلات پرسنل داریم و مشکلات منابع داریم، چی منابع فیزیکی و چی منابع مالی و پولی. و ما بارها روی از این موضوع نوشتیم و پژوهش کردیم و همچنان یکی از منتقدین بسیار سرسختش بودیم در این موارد که باید این نهادها تازه سازی شوند، بهسازی شوند، هم از نقطه نظر ساختاری، هم پرسنل، هم دکترین و هم منابع. اگر ما میخواهیم که یک بازیگر مرتبط باشیم و اگر ما میخواهیم که مالکیت پروسه های جنگ و صلح رهبریش و مدیریتش بگیریم، باید می 4 محور تغییرات اساسی باید بیاد. غیر از این صورت این فرستاده های ویژه کشورهای مختلف خارجی خواهد بود که در پایتخت های خارجی بر ما نسخه های صلح و جنگ خواهد آوردن و فقط اینجا ما در قسمت گیرنده از این خواهد بودیم. اما دیدگاه هم وجود داره که گویایی که افغانستان با در نظر داشت موقعیت جیوپولیتیکش در یک جبر جغرافیایی قرار گرفته، نیاز است که کشورهای منطقه نقش داشته باشند. موافق هستین و یا فکر میکنین بیشتر برمیگرده با امو ابعاد تاریخی موضوع در داخل افغانستان؟ من عقیده به جبر تاریخ ندارم، ولی ملت ها سرنوشت خودشان تصمیم میگیرن. او برمیگرده به رهبری و مدیریت و توانایی های از او ملت و از او دولت ملت. در قسمت از این که بحث های تاریخی و بحث های سیاسی و دیپلماتیک و نظامی رو می کنند در قسمت افغانستان، که افغانستان جغرافیایی داره که باید همسایه های زوده و تصمیم بگیره، من کاملا با این مخالف هستم. متاسفانه این یکی از مو مباحث است که کشورهای استعمار کننده استفاده میکردن در قرن 18 و 19 بر افغانستان، که مردم افغانستان خودشان تصمیم خود و سرنوشت خود تصمیم گرفتن نمیتونن و باید خارجی ها بر از اونا تصمیم بگیرن به خاطر بی‌اتفاقی و انارشی و عدم نبود نهادها. این غلط است. این متاسفانه اساسا مشکل دهی بوده که ما نهادهای ضعیف داشتیم، دولتهای ضعیف داشتیم و حکمرانهای داشتیم که خاص به منافع خود فکر میکردن و به منافع اولیای مملکت افغانستان فکر نمیکردن. بنان ما دو قسمت مخالف از استم. افغان ها توانایی، ظرفیت موجود و بالقوا دارن که بتانه سرنوشت خودشان تصمیم بگیرن. این برمیگره به رهبری و مدیریت سی. یعنی به عنوان راهکار اگر یک حکومت مقتدر ملی به میان بیاید میتونه نتیجه بخش باشه. دقیقا. تشکر. و در بحث وزارت دفاع، یعنی عملا شما هم در موضوعات جنگ دخیل بودین و تجربه شدار نخیرن، سیگر یک گزارش را نشر کرده که در این گزارش نقاط برجستهش دو برابر شدن تلفات ملکی است و افزایش 5% تلفات نظامی است. فکر میکنین که مشکل در کجا است؟ چرا ما همواره به جای از اینکه از تلفات نیروهای امنیتی جلوگیری بکنیم، تلفات روز به روز افزایش داشته؟ خب دو بحث باید جدا کنیم، یکی بحث تلفات ملکی است، یکی بحث تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی است. بحث تلفات ملکی سه دلیل اساسی داره که چرا تلفات ملکی بلند رفته. یکی حملات هوایی است. حملات هوایی افزایش یافته. اون رقمی که شما گزارش های از وزارت دفاع آمریکا دیدین در تقریبا یک سال گذشته، یا تنها تا ماه سپتامبر بود اگه من اشتباه نکنم، 1000 حمله هوایی را اینا انجام داد، 900 و چند حمله هوایی را. دوم عملیات های خاص است.
و شما دیدین که در عملیات های خاص تلفات ملکی میایه. و سوم بحث اساسی است که متاسفانه جنگ افغانستان داره به طرف یک جنگ کثیف استخباراتی میره و در جنگ های کثیف استخباراتی استفاده از ملیشا و استفاده از گروه های مسلح غیرقانونی زیاد میشه و این باعث تلفات ملکی میشه و چون که حساب دهی نیست و حاکمیت قانون نیست. اما در بخش تلفات نظامی ها، در بخش تلفات نظامی ها ما همیشه گفتیم و حالا میگم رهبری امنیتی نظامی فعلی افغانستان اینا نه در رعایت از ایره دارن نه کفایت از ایره دارن که بتانن این جنگ با این نسخه که فعلا هست مدیریت کنن. جنگ افغانستان این جنگ نیابتی استخباراتی است، باید با یک نسخه نیابتی استخباراتی عمل شود و تا زمانی که ما نسخه جنگ خود و مشکل خود دقیق تشخیص نکنیم و نسخه جنگ خود تبدیل نکنیم ما نمیتونیم این جنگ ببریم. طرف شما که طالبان باشه، دشمنای شما با یک جنگ چریکی، با یک نسخه چریکی جنگ پیش میبرن، این طرف با یک جنگ منظم جنگ پیش میبرن و یک نسخه کشتخون است. ما بارها گفتیم موضوع را، اما بنان یک دلیلش نسخه جنگ است از تلفات نظامی ها، دومش استحکامات است، سومش اطلاعات و استخبارات ضعیف است، ما سیستم استخباراتی و سیستم اطلاعاتی ما بسیار ضعیف است، و چهارم هماهنگی بین نیروهاست. با وجود از اینکه یک چیز پیشرفت و قسمت شده اما مشکلات خود دارن. بنان تلفات دلیل افزایش تلفات ما می بینیم. و در بحث توریسم شما مشاره کردین، برخی ها معتقد به این هستند که اگر حکومت افغانستان از توریسم به عنوان یک آله فشار در برابر کشورهایی که حامی توریسم هستند استفاده کنند، میتونه یک گزینه مناسب برای پایان جنگ باشه. موافق هستین؟ نه، من فکر میکنم افغان ها و افغانستان قربانی جنگ است. کسایی که توریسم من حیث ابزار سیاست خارجی استفاده میکنن در همسایگی شرقی ما نشستن و اونا هستند که تروریسم منعیس یک آله و ابزار استفاده میکنن به خاطر از اینکه زمینه را ایجاد کنن برای مداخله استخباراتی و نظامی خود در افغانستان و در دیگر کشورها. شما ببینین در وزیرستان شمالی و در مناطق او طرف خط فرضی دیورند اکثریت نیروهای تروریستی که در او طرف خط حضور دارن از کشورهای مختلف هستند و این نهادهای استخباراتی و کشفی و نظامی کشور همسایه ما است که از تروریسم من حیث یک ابزار سیاست خارجی استفاده میکنه افغانستان. خب با فرمایشاتی که شما داشتین، یعنی با این قسمت از گزارش سیگر موافق هستید که جنگ افغانستان در حال حاضر به یک بنبست رسیده؟ ما بارها گفتیم که جنگ افغانستان از سال 2006 به این طرف یک بنبست بود و این بنبست متاسفانه یک بنبست آزاردهنده و خونین است و اراده را ما همچنان از شرکای بین المللی خود نمی بینیم که بر ما امو ابزار و توانایی و قابلیت های نظامی را بتن به خاطر از اینکه بتانیم این بنبست را بشکنانیم و این بنبست تا زمان شکستانده نمی تانیم که ما ابزار و قابلیت هایش را پیدا نکنیم، در ضمن مدیریت و رهبری ما اینجا بهبود پیدا نمی کنم و در عین وقت پناهگاه ها در او طرف خط فرضی دیورند وجود داشته باشه و آموزشگاه و پستوهای از اونها اونجا وجود داشته باشه که ای رو بر ما به نهایت مشکل می سازه که ما بتانیم بی بنبسته بشکنن. خب حداقل راهکار عملی شد در چی می دانین؟ حداقل اگر ما منتظر گفتگوهای صلح باشیم، طبیعتاً در کشورهای جنگ زده تجربه نشان داده که همواره گروه های متخاصم به خاطر امتیازگیری در روند گفتگوهای صلح تشدید بخشیده عملات خود. خب به خاطر فائق آمدن به این جنگ باید چند کار بکنیم. چهار قدم اساسی رو باید برداریم. اولی که نسخه جنگ تغییر بدیم. دومی که ما باید یک اجماع منطقوی را در قسمت جنگ و صلح در افغانستان ایجاد کنیم و همکاری های منطقوی را داشته باشیم. سوم، وحدت ملی ما بسیار ضرور است. ما اگر در یک انارشی و نفاق داخلی باشیم نمیتونیم به این جنگ فائق بیابیم. و سوم و چهارم قدم را که باید بگیریم ایست که یک اقتصاد پویا باید پیدا کنیم، چون یک تعداد کسای جنگجوهایی که فعلا در صفوف طالبان می جنگن بنابرای دلایل اقتصادی است و بنابرای دلایل حکومتداری غلط است
که یا از جبر و یا از ظلم در صفوف طالبا پیوستن. بنابراین باید با همی چهار قدم ما میتونیم این جنگ تغییر بتیم و به جنگ فائق بیاییم. خب در نهایت امر ما نیازمند داشتن یک حکومت مقتدر و توانمند هستیم تا به این هدف برسیم. درست. حال که انتخابات پیش رو است، فکر میکنین که این هدف برآورده شود و مردم شاهد یک حکومت مقتدر و توانمند در این قسمت باشه؟ خب بدبختانه من فکر میکنم انتخابات فعلا رفت با بحران و با بنبست. حالا ولو که یک کاندید اعلان شود من ایسه برنده و پیروز از انتخابات، کاندیدای دیگه او را قبول نمی کنن و ما باز هم به طرف یک بنبست میریم و طرف یک بحران انتخاباتی میریم که تبدیل خواهد شد به یک بحران سیاسی و دوت یک وقت حساسی که افغانستان در یک جنگ بسیار مغلق و پیچیده قرار داره. رای حل رای بیرون رفته از این بنبست انتخاباتی چیز. ما همیشه گفتیم که یا بریم باید به دور دوم، دور دوم انتخابات، در اونجا باید دو کاندید پیشتاز بر رقابت برن و مردم باید بسیج شون، مردم واقعا بتونن این کاندیدای پیشتاز بسیج کنن، یا ای که ما باید بریم به طرف یک حکومت ائتلافی با یک قاعده وسیع که تمامی حرکت های سیاسی افغانستان در او جا داشته باشن. حتی اگر ما به دور دوم انتخابات بریم و از او یک برنده داشته باشیم، او برنده بعد از اینکه برنده انتخابات شد مجبور مکلف است که یک حکومت وسیع البنیاد با یک قاعده وسیع و شامل تمامی حرکت های سیاسی افغانستان بسازه، به خاطر از اینکه بتونه پروسه صلح مدیریت کنه. بدون از او نه طالبان شما را جدی میگیره، نه امریکا و شرکای بین المللی ما و نه هم منطقه و پاکستان و اینا. بنابراین وجود یک حکومت مقتدر ملی برای مدیریت صلح و جنگ افغانستان بسیار لازمی است. و یک تعداد از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به شمول گلبدین حکمتیار تقاضایشان این است که برای راه بیرون رفتش باید یک حکومت موقت ایجاد شود و این حکومت موقت در ظرف یک یا دو سال زمینه برگزاری یک انتخابات فراگیر ریاست جمهوری را مساعد بکنه. من از اساس و از بنیاد مخالف حکومت موقت هستم. حکومت موقت حکومت ما را تقلیل میده به یک گروه و باز بین ما و طالبان و دیگر گروه و احزاب سیاسی فرق نخواهد بود. بنابراین حکومت افغانستان باید از مجرای قانونی که او عبارت از یک انتخابات باشه قانونیت و مشروعیت خود بگیره. ما همیشه گفتیم که اگر انتخابات بد از عدم انتخابات یا نبود انتخابات خوبتر است، به خاطر از اینکه ما را متمایز به این میسازه که مشروعیت خود حکومت افغانستان از صندوق های رای میگیره نه از میل تفنگ. خب در نهایت امر اگر کمیسیون مستقل انتخابات تلاش کنه تا در این دور ما یک برنده داشته باشیم، فکر میکنین برنده این انتخابات آغازگر بحران در افغانستان است؟ او اولی که من فکر میکنم ولو که کمیسیون انتخابات یکی را برنده از انتخابات اعلان کنه، او را دیگر کاندیدا قبول نمیکنن. ولی باز هم برمیگرده به طرز مدیریت که چگونه او را مدیریت خواهد کردن، که آیا میتونن او برنده یک حکومت وسیع البنیاد و یک حکومت فراخ و وسیع بسازه که تمامی حرکت های سیاسی در او نقش داشته باشه. آقای سی، در بحث اجماع منطقه‌ای همواره شما هم شاهد هستین که بارها رئیس جمهور غنی گفته که اجماع منطقه‌ای شکل گرفته اما بدون حضور پاکستان. بعدها دیده شد که اصلا اجماع منطقه‌ای شکل نگرفته و اگر شکل می‌گرفت امروز نشست هایی که در ازبکستان برگزار میشه، در چین برگزار میشه و یا هم در روسیه برگزار میشه باید برگزار نمیشد، چون اجماع شکل گرفته. فکر میکنین چرا این اجماع شکل نمیگیره و اگر شکل گرفته بدون حضور پاکستان چرا پاکستان علاقمند این اجماع نیست؟ خب اجماع منطقوی، من فکر میکنم سر صلح اجماع منطقوی است، سر جنگ اجماع منطقوی وجود نداره. پاکستان یک حقیقت از جنگ و صلح افغانستان است و باید افغانایی را بپذیرن. ای که با پاکستان چی تعامل میکنیم و چی قیمت و بهایی را میپذیریم در مقابل چی امتیازات و یک بحث است که باید مردم افغانستان و حکومت افغانستان تصمیم بگیرن. اما اجماع منطقوی که افغانستان محور نباشه پایدار نیست. همیشه اجماع منطقوی که از بیرون بر افغانستان تعمیل شده متاسفانه شکننده بوده و شکست ریخت. اما امتیازهایی را که پاکستان طرفدارش است حداقل چند موردش به گونه مشخص و واضح است. داشتن یک حکومت ضعیف و زیر دست پاکستان در داخل افغانستان و همچنان محدود بودن روابطش با هند،
این دو مورد بر مردم افغانستان فکر میکنین قابل پذیرش است به عنوان امتیاز طرف رفتن صلح؟ ما فکر در او قسمت پاکستانی ها باید روی سه موضوع واضح باشن برشان. اولی که آرزوی داشتن یک حکومت ضعیف و انارشی همیشگیر در افغانستان باید با گور ببرن. یک. دو، تا یک افغان هم زنده است نمیگذاره که یک کشور بیرونی حاکمیت ملی ما را نقض کنه و بر ما بگه که سیاست خارجی چون به این شکل باشه با این کشور رابط داشته باشین با این کشور رابط نداشته باشین. و موضوع سومی است که پاکستان باید منیس یک شریک سازنده و یک همسایه خوب بر افغانستان باشه. منافع ملی پاکستان ده همی است. سالها جنگ و سالها رقابت و سالها تنش بین رابط دو کشور امروز باعث ازی شده که کراچی نامتر از کابل است. پشاور و پندی دهه 90 بسیار پرامنتر از پشاور و پندی و کویتی سال 2019 است. بنابراین اونا باید یک محاسبه پیش خود بکنن که پیش برد از عمق استراتژیک پالیسی عمق استراتژیک و یک جنگ نیابتی در افغانستان تنهایی نبوده که تنها بر افغانستان هزینه و قیمت داشته، اونا هم هزینه و قیمت از زیر پرداختن. پاکستان هم نیازمند است که استراتژی خود در قبال افغانستان باید تغییر بده. پاکستان امروز با مراتب بی‌ثبات‌تر و در یک بحران اقتصادی قرار دارد از تا حال تا ای که در سال دهه 90 بود. و در پایان آیا مردم افغانستان امیدوار آغاز گفتگوهای صلح و پایان جنگ در داخل افغانستان هستند؟ ما فکر میکنم که بله، امیدوار از سرگیری مذاکرات صلح یا گفتگوهای صلح امریکا با طالبان باشند. اما ای که این مذاکرات نتیجه میده و منجر به یک صلح با عزت و پایدار میشه من بسیار شک دارم، چون فعلا گفتگوهایی که در قطر است این گفتگوها اول خوب پروسه صلح نیست، حتی گفتگوهای صلح هم نیست. این یک گفتگوی خروج است بین امریکا و طالبا. وقتی که گفتگوهای بین الافغانی شروع شد بعد از گفتگوهای صلح شروع می شود و شاید یک پروسه صلح داشته باشیم. و تصویر آینده صلح برای ما فعلا مغلق است و پیچیده است که بگویم و نامعلوم است. اما ما یکی از دورا را میبینیم، یکی از دو سناریو را میبینیم. ما یا یک صلح شتاب زده خواهد داشتیم که یک نسخه بر یک جنگ دیگه خواهد بود، یعنی یک آتش بس موقت تقریبا، یا یکی یک صلح پایدار خواهد داشتیم که باز بتونه نسلهای ما دو با آرامی و به رفاه زندگی کنن. این مربوط به مدیریت و رهبری و مالکیت افغاناست که چطور مدیریت میکنن که به اون سناریوی دلخواه ما برن. تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان. سلامت باشید.